نکته بعدی، نتیجه این که این نتیجه را خواهش میکنم به خاطر بسپارید. یک، ازدواج هیچ دردی رو درمان نمیکنه. ازدواج حکم قضا رو داره، نه دارو رو. دو، با ازدواج هیچ مشکل روحی روانی مثل احساس تنهایی و افسردگی یا مشکل رفتاری مثل پرخاشگری، بیبندوباری نه تنها حل نمی شود، بلکه یه مشکل دیگری رو هم به بار زندگی و عمر شما اضافه می کنه. سه، با ورود بچه نه تنها هیچ مشکلی در زندگی حل نمی شود، بلکه ابتداءً به عنوان یک سرپوش به نظر می رسد اوضاع آرام شده، اما یک باره این بحران تا سطح فاجعه میره بالا، اوضاع رو بدتر میکنه. بنابراین ورود بچه هیچ چیزی رو حل نمیکنه. درست شد؟ چهار، اینو بسیار به خاطر بسپرید، هیچ قاعده و قانونی در زندگی زناشویی وجود نداره، هیچ، مگر آنکه خود زن و شوهر آن را به وجود آورده باشد. پنج، زن و شوهر مکمل هم نیستند. هر کی فکر میکنه زن و شوهر مکملن به شدت در خطاست. زن و شوهر حامی و تقویت کننده همند. یعنی چه؟ یعنی اینکه این مرد یا این زن میتواند به تنهایی زندگی کنه تا 100 سالگی، خودش اختیاراً دیگری رو به همیاری و کمک و همراهی و همروحی و همسری و همسری پذیرفته، مشتاقانه، در حالی که خودش مستقله، میتونه بدون وجود این زن هم، بدون وجود این شوهر هم تا 120 سال دیگه عمر کنه. بنابراین زن و مرد مکمل هم نیستن، حامی و تقویت کننده همن. نکته بعدی، ازدواج هدف نیست. کسی که ازدواج نقطه سیبل هدف و پایان قرار داده، فاتحه زندگیش خوانده است. نکته بعدی این است که ازدواج عین یک درخته، دائما نیاز به مراقبت داره. ازدواج درست عین یک نهاله، هر روز باید حواست بهش باشه، چون مسئولیت پذیرفتی.